اگه دوست داری آهنگ این آخرین باره از ابی رو خیلی راحت بزنی و بخونی، تا انتهای این ویدیو همراه من باش. سلام دوست من مهدی هم و این چنل آموزش گیتار منه. قراره که تو این ویدیو یاد بگیریم آهنگ این آخرین باره یا آخرین بار از ابی رو بزنیم و بخونیم با آکوردهای ساده و لذت ببریم. ریتمی که این آهنگ داره ریتم 6/8 سنگینه که من ریتم رو توی ویدیو توضیح دادم. الان این کش میاد این بالا، میتونی بری اونو ببینی، بعد بیای سراغ این ویدیو که ریتم 6/8 سنگین بهش اسلو راک هم میگن. اگه جای دیگه شنیدید، آکوردهایی که این آهنگ داره همه آکوردهای ساده‌ای هستن: لا مینور، ای ام، سول ماژور جی که لامینور میدونید انگشت یک فرت یک سیم دو، انگشت دو فرت دو سیم چهار و انگشت سه فرت دو سیم سه. سول ماژور جی باره میگیریم فرت در از فرت سوم، انگشت دو فرت چهار سیم سه، انگشت سه فرت پنج سیم پنج و انگشت چهار فرت پنج سیم چهار. فا ماژور این سول ماژوره، همینو میاریم از فرت یک میگیریم. ره مینور داره که دی ام، انگشت یک فرت یک سیم دو، انگشت دو فرت دو سیم سه و انگشت سه فرت سه سیم دو هست. و آکورد بعدی که داره می ماژور یا ای هست که این لا مینور، کافیه همه رو یه سیم ببریم بالا: انگشت یک فرت یک سیم سه، انگشت دو فرت دو سیم پنج و انگشت سه فرت دو سیم چهار. من شروع میکنم این آهنگو نواختن و توضیحاتشو باز میدم. از دست من میری، از دست تو میرم، تو زنده میمونی، منم که میمیرم. خب اگر دیدید که توی تعویض آکورد ها مشکل دارید، یه ویدیو در مورد تعویض آکورد ها ساختم، الان این کش میاد این بالا، میتونید برید اونو ببینید. و اگه توی صدادهی و تعویض آکوردهای باردار مشکل داشتید یا اصلا نمیدونستید چی از آکوردهای باردار، لینک اون الان میاد، میتونید برید اونم ببینید. بریم خط بعدی. این آهنگ یه ذره آکورداش سری این پشت سر هم عوض میشه، باید تمرینتون بیشتر باشه حتما براش. تو رفتی از پیشم، دنیا مقام برداشت، برداشت ما سوراک رو توضیح دادم که روی ضرب چار آپوگادو یا خفه میزدم. میخوام این قسمت رو با اون شکل بزنم. میشه این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه. سول فامی آخرش رو یه ضربه رو سول بزنید، یه ضربه رو فا و از میریت بزنید، یا ریتمش رو نصفه بزنید، یعنی اینجوری آقلشی دیوونه. این هم از این. قسمت بعدی رو میخوام ریتم رو با فینگر بزنم، با همون استورا که حالت اول، ریتم رو بعدی با فینگر میزنم. انقدر بزرگه تنهای این من که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد، من عاشقت هستم اینا نمیفهمی، یه چیزو میدونم که خیلی بیرحمی، همیشه میگفتی. قسمت بعدی هستیم. شاهی گدایی کن ظالم بمونم، ما مظلوم نمایی کن، هرچی بدی کردی پای من بنویس، نتیجه اینش بازم مساوی برگم. این آخرین باره، حالا میخوام با فینگر اون استوراکی که آپوگادو داشت رو بزنم. این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه، یا اینجوری عاقل شی دیوونه. گامی که داریم میزنیم مناسب صداتون نبود، میتونید بیاید و به وسیله این کاپو یا بار بند این گام ها و آکوردتون رو یه ذره بیارید جلوتر و مناسب صداتون بشه. گام اصلی این آهنگ اینه که ما بیایم همین آکورد ها رو بار بندمون رو ببندیم فرت یک و
با همین آکورد ها اینو بنوازیم که اگه من الان این کاپون بسته بشه، خب اینو دیگه الان فرت یکم رو فرض میکنم انگار این سر دستمه و از همینجا دیگه لا مینور، سول ماژور، فا ماژور، می ماژور و لمینورم رو میگیرم. گام اصلی این آهنگ از اینجا است. حالا باز برای شما اگه مناسب نبود میتونید تو جای مختلف دسته همینو جا به جا کنید، فرقی نداره. من الان یه بار دیگه اون قسمت این آخرین باره رو از با کاپو میزنم. ببینید، این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه. یا قسمت اولش رو، از دست من میری، از دست تو میرم، تو زنده میمونی، منم که میمیرم. به همین راحتی. اینم نحوه نواختنش با کاپو. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، یا پیشنهادی داشتید برای ویدیو بعدی حتما بگید، براش ویدیو میسازم. قرار که هر روز توی ویدیو من، توی کانال من ویدیو قرار داده بشه در مورد گیتار و آموزش آهنگای مختلف، ملودی ها، ریتم های مختلف، که میتونید همراه من باشید. اگه چنل رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که هر ویدیو جدیدی که گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده، و لایک هم یادتون نره. مرسی، خدا نگهدار.